درود فروان خدمت شما عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه، من پوزش میطلبم از اینکه چند ساعتی برنامه رو دیر آغاز کردیم به علت نوسانات زیادی که در بازارهای جهانی بود و خب امیدوارم که کسایی که ترید میکنن از این نوسانات خیلی خوب امروز تونسته باشن نهایت استفاده رو برده باشن. همونجوری که مشاهده میکنی این تغییرات قیمت جهانی دلار رو تایم فریم 5 دقیقه‌ای هستش که همونجوری که مشاهده می‌کنی تقریبا تو چند ساعت گذشته یک افت خیلی شدیدی رو شاهد بودیم، تقریبا از 101.14 یک مرتبه ببینید تا حدودای 105 اومد پایین و این در حالی هستش که حتی قبلترش تا 101.5 هم بود و تقریبا یک واحد اومد پایین. الان داره مقداری سعودی حرکت میکنه، البته خب هنوز مشخص نیست که فردا چه اتفاقی میفته به خاطر اینکه بحثای مطرح شده در این مورد که احتمالاً شاید فدرال رزرو بخواد در نرخ بهره تغییراتی ایجاد بکنه و همین قضیه تلاطم زیادی رو در بازارهای جهانی ایجاد کرد. همچنین طلا رو مشاهده میکنید که در حال حاضر امروز کندلش قرمز شد، ابتدا البته خیلی خوب بالا اومد تا 2010 دلار هم بالا رفت، ولی توی همین دو سه ساعتی که الان دلار جهانی یه مقداری از اینجا یعنی از 105 اومد تا 101 رسید، طلا در جهت معکوس حرکت کرد و الان 1985 دلار هستش. بیت کوین هم امروز با حرکت عقب نشینی دلار جهانی مشاهده میکنید که خیلی پیشروی خوبی را انجام داد و به 29700 رسید توی همین حالا چند ساعتی که الان یه مقداری دلار جون گرفته. مشاهده میکنید که بیت کوین یه مقداری عقب نشینی کرده، البته حالا باید صبر کنیم تا ببینیم به صلاح جلسات فدرال رزرو واقعا چه نتایجی را در بر خواهد داشت، آیا واقعا تغییراتی میخوان ایجاد بکنن یا اینکه حالا در حال اینها شایعه هستش. در حال تغییراتی اگر در بازارهای جهانی اتفاق بیفته توی روزهای پنجشنبه و جمعه شاید تأثیراتش را در روز شنبه بتونیم در بورس ایران هم مشاهده بکنیم. بورس ایران که امروز خوب شروع نکرد، همونجور که مشاهده کردید دیروز در برنامه دیروز ما برخی از فیلترها را دیدیم، مثلا فیلتر الگو ساعتی بود که تعدادش خیلی دیروز کم شده بود، پیش بینی برای فردا بود که خیلی کم شده بودن، همچنین فشار مقدار فروش حقیقی ها سرانه فروششون بیشتر از سرانه خرید شده بود. امروز هم البته این اتفاق افتاد، سرانه فروش حقیقی ها بیشتر شد، ولی خب امروز اول کار فشار فروش فوق العاده زیادی در بازار ابتدای کار رخ داد و همونجوری که مشاهده میکنید هم در شاخص کل هموز هم در شاخص کل ابتدای بازار به صورت خیلی نزولی جلو رفت، ولی بعد از تقریبا نیم ساعت کم کم نمادهای کوچکتر بازار مجدداً مشتری پیدا کردن و به تبع اون شاخص کل هموز موفق شد 0.6% رشد داشته باشه. شاخص کل خودش رو تونست از یک منفی حالا بیشتر نجات بده و به 0.1% منفی رضایت داد انتهای بازار و کل فرابورس میبینید که امروز عملکرد نسبت بهتر به بقیه شاخص ها از خودش ارائه داد. این هم نقشه پایانی بازار هستش که خودرویی ها امروز صفحه فروش شدن، خودرویی هایی که خبر ارائه مجدد خودرو در بورس کالا رو هم اصلا خدمتتون داشتیم و قرار شد که فروش خودرو در بورس از سر گرفته بشه و تعدادی کامیون 12 اردیبهشت قرار شد که در بورس کالا عرضه بشن. البته خب حالا احتمال داره که مجدداً این قضیه به خودروهای سواری هم سرایت بکنه. این خبر نتونست امروز خودرویی ها را سر پا نگه داره و همونجوری که مشاهده میکنین آخر کار با منفی های شدید بازار را به سمت به اصطلاح منفی هدایت کردن. اگر امروز خودرویی ها به این شدت منفی نمی خوردن
شاید شاخص کل هم حالا 0.2% مثبت میشد. در بقیه گروه ها هم همونجور که مشاهده میکنید نقشه خب بالاخره گروه های پتروشیمی و فلزات اساسی میشه گفتش که امروز بیشترین نقش رو در مثبت بودن بازار ارائه کردند و بیشترین سبزها متعلق به این دو گروه و بعد از اون هم گروه انبوه سازا. توی بقیه گروه ها تعداد قرمزها و خاکستریها نسبت به روزهای قبل بیشتر شده. البته خیلی جالب هستش که حالا این نقشه که داریم نگاه میکنیم میخوره به 0.1% منفی که امروز بود. نقشه دیروز به 1.8 مثبت اصلا نمیخورد. یکی از مشترکین کانال هم این را گفته بودن که حالا بعد انشاءالله کامنتاشون هم بررسی خواهیم کرد و خیلی متفاوت بود به اصطلاح نقشه با عددی که برای شاخص کل میدیدیم، ولی خب امروز تقریبا میخوره که در حال 0.1% منفی شده باشه و اگر پتروشیمی و فلزات اساسی نبودن بازار میتونست منفی تر هم بشه. در حال الگو ساعتی های امروزمون نسبت به دیروز خیلی بهتر شده. تاپکیش، پیپاد، رتاب، اتکام، هتوکا و لغت، کایزد، شسینا، پدرخش و شرانول امروز الگو ساعتی هستن. تا حالا باید بررسی کنید که یکیشون که مشخصا با درصد بالا هست پیپاد و هیچی این تاپکیش و پیپاد حالا شاید این ستای اول تو صف خرید و این که بازگشایی بوده صف خریدی این دوتا هم باید بررسی کنید، حالا شاید تعداد به این زیادی هم نباشه. فیلتر بعدی قدرت خرید 6 برابری حقیقی نسبت به فروشنده حقیقی را مشاهده میکنید که در گروه سرمایه گذاری ها و پتروشیمی ها امروز حقیقی ها میشه گفتش تمایل بیشتری را به خرید داشتن نسبت به بقیه گروه ها. از بین اون نمادها این تقریبا 7-8 نماد هستش که با حجم بیشتری خریداری شدن. نمادهایی که بعد از اصلاح صعودی شدن امروز خب اتکام، وایران و به شهر و همچنین سیمرغ را فیلتر نشون میده. سهام کف معینه فعلا اصلا نداریم. جمع شدن صف فروش و گارد صعودی شدن تپکو رو داریم. نمادهای بر فردا پیش بینی بشن را مشاهده میکنید که خب نسبت به دیروز تعدادشون خیلی بیشتر شد و تقریبا میشه گفتش که حدودا 2.5 الان میتونیم بگیم که نمادهایی هستن که در فیلتر قرار گرفتن. البته خب باز چون فاصله زیاده و دو روز مهم هم داریم که احتمالاً جلسات فدرال رزرو هم باشه و روی بازارهای جهانی احتمال تأثیرگذاری وجود داره، شاید حالا خیلی نتونیم به این فیلتر استناد داشته باشیم بر روز شنبه. در حال RSI زیر 20 نمادهای سه نظام، اکالا، آرمان امروز حالا تعدادشون 3 شد. دیروز که فقط سه نظام بود زیر 20 بود، البته سه نظام هم دیروز گفتم نگاه بکنید احتمال مثبت شدن وجود داره که امروز ببینید که این قضیه شده، یعنی حالا سه نظام احتمال داره را بیفته و خب موقعیتش هم قطعا بهتر از نمادهایی هست، یعنی ریسکش کمتر از نمادهایی هستش که اینجا مشاهده میکنید بالای 80 هستن و خب شاید توی این چند وقته قیمت هاشون 2-3 برابر هم شده باشه که تعداد بسیار زیادی نماد را هنوز توی این صفحه داریم مشاهده میکنیم. و اما بریم سراغ اطلاعات بازار. امروز ورود پول حقیقی روندش مانند دیروز زیاد نبود دوستان و کلن حقیقی ها 460 میلیارد وارد بازار کردن. دیروز بالای 1000 بود، در حال 1115 بود مال دیروز، بله 1115 دیروز بود، ولی امروز تقریبا 1/3 دیروز شده این قضیه. همچنین سرانه فروششون هم در ابتدای بازار 34 میلیون بوده و سرانه خریدشون 22 میلیون. البته خب در انتهای بازار این تقریبا معکوس شده و سرانه فروش کمتر شده، سرانه خرید بیشتر، ولی در کل و در مجموع یه جورایی میشه گفتش که سرانه فروش باز هم امروز
سرانه خرید بیشتر بود، حالا اینجا مشخص هستش. سرانه فروش تقریبا 29 میلیون، سرانه خرید هم 26.5 میلیون، تقریبا 2.5 میلیون با هم دیگه اختلاف داشتند. ولی ارزش معاملات امروز 18300 میلیارد تومان که عدد قابل توجه و قابل قبولی هستش در حال حاضر. و توی این لحظه هم که دارم صحبت کنم تتر حدوداً 53 تومنه، نسبت به دیروز حدوداً 100 تومن 200 تومن امروز تتر در بازار ایران افزایش داشته. و سکه هم جو مشاهده میکنی 31 میلیون و 951 تومن، حدود 32 تومن دوباره داره نزدیک میشه وارد کانال 32 بتونه بشه. بیت کوین که با این رشدی که داشت و در حال حاضر به 29800 رسیده، مجددا وارد کانال 1.5 میلیارد شد، 1.581 میلیارد، و احتمال داره که حتی به 1.6 میلیارد هم مجددا در ساعات پایانی بتونه صعود را داشته باشه. ورود پول حقیقی امروز برای نمادهای پترول، تملت و فخوز ثبت شد. خروج پول حقیقی خساپا، خودرو و کقدیر اتفاق افتاد بیشترینش. همچنین امروز صفحه‌های خریدمون مجدداً تعدادی خوب بودن. توی پیشگشایش 203 به 13 و در نهایت هم 214 به 18. از این نظر فعلا خوب هستیم، یعنی هنوز صفحه‌های زیادی داره تشکیل میشه. احتمال داره که هفته آینده از تعداد صفحه کاسته بشه. اگر چنین اتفاقی بیفته شاید یه مقداری به نوعی بتونیم بگیم که سرعت رشد بتونه معکوس بشه یا کمتر بشه. در حال این هفته هم رشد خیلی خوبی را مشاهده کردیم در همه شاخص‌ها. شاخص کل رو مشاهده میکنید، تقریبا میشه گفتش که عدد خوبی رو برای خودش به ثبت رسوند. با وجود اینکه دو روز هم تعطیل داشتیم، حالا اگر که این هفته رو با هفته قبل در نظر بگیریم، یعنی از 21 فروردین در نظر بگیریم، میشه گفتش که یه حرکت خیلی خوبی رو فعلا تو این تیکه شاهد بودیم. و در هر حال فعلا خیلی ریسکا بالا رفته و امروز در این روند صعودی بودن شاخص کل یه جورایی متوقف شد. آیا این توقف میتونه بازگشت قیمت را به دنبال داشته باشه، یا اینکه باز هم باید شاهد بالاتر رفتن شاخص کل باشیم؟ در حال هفته آینده باید صبر کنیم ببینیم که تحولات در بازارهای ایران و جهان چگونه خواهند بود. در حال بقیده من هنوز ریسک خیلی بالا هستش و برای ورود دوستان عزیزان حداقل اگر هم خواستن ورود بکنن یا با دیدگاه بلند مدتی، نمادهای بنیادی، اونایی که بلند مدتی تر هستن و اونایی که توی این چند وقت خیلی رشد نکردن رو حداقل انتخاب بکنن، که اگر ریزشی هم در کار بود یهویی مثلا مقدار زیادی ازشون کم نشه و امید بازگشت هم با گذشت زمان وجود داشته باشه برای این گونه نمادها. خب تشکر از دوستان که برای ما کامنت گذاشتن. آقای علی صمدگردانی، فارکس شرایطش به چه صورتیه؟ توضیح بدید. ما چندی مرتبه گفتیم صمدگردانی فارکس با بورس کمی متفاوته. در بورس صمدگردانی ما در پنل خود عزیزان انجام میگیره، یعنی ما کارمزد دریافت میکنیم و خرید و فروش ها رو با رمز خودتون وارد پنل میشیم انجام میدیم. در فارکس خب این کار چون لحظه‌ای ثانیه‌ایه، یعنی همین الان شاید من باید یه معامله رو ببندم باز کنم، یهویی نمیشه برای 10 تا مشترک 100 تا مشترک همزمان این کار رو انجام داد. همه توی یه پنل بسی اتفاق بیفته. بنابراین افراد بر اساس ضریبی از 1000 مثلا 1000 دلار 2000 دلار 3000 دلار و حالا هر اونچه که میدونن در اختیار ما قرار دادن و من در پنل خودم برای عزیزان نوسانگیری میکنم. سودهای این قضیه اول و 15 هر ماه داره به حساب عزیزان واریز میشه، که حالا اگر علاقمند بودید شماره بفرمایید در دایرکت اینستاگرام برای من شمارتون رو بفرمایید تا با هم دیگه باز تماس داشته باشیم بیشتر صحبت بکنیم. تشکر از آقای فرهاد، آقای مجید غلامی،
آقای امیر رضا آیدی MS آباد که بازار خوب منطقی را داریم و بورس در سکوت راه خودش رو داره میره و خیلی موقع متوجه رشد بورس میشن که شاخص روی 4 میلیون باشه. تشکر کنم از آقای اسفندیار، همچنین آیدی آقا سجاد، آیدی بابک، آقای امیررضا که اعتقاد دارن روند فعلا سعودیه. آقای مهدی میگن علت اختلاف قیمت بین دوج و فلوکی در نوبیتکس و رمزینک چیست؟ البته من این کوین ها را توی رمزینکس بیشتر معامله میکنم، حالا نوبیتکس را خیلی کار نکردم روی این نوع ارزها، ولی خب در حال هر صرافی دوستان فروشنده ها و خریداران خودش را داره. شما وقتی تو صرافی دارید میخرید، از یه نفر دیگه ای که این رمزا داره دارید خریداری میکنید، حالا صرافی فقط کارمزد برمیداره، از خود صرافی که نمیخرید که. میفروشید هم همینجور، شما میفروشید، یه نفر حقیقی دیگه میاد، یه نفر که مشترک هستش اونجا، از شما میخره، صرافی کارمزد این وسط برمیداره. حالا در حال بعضی اخطا اتفاق میفته، حتی رو تتر هم اتفاق میفته. مثلا توی نوبیتکس یه نفری حالا تتر رو گذاشته 52.500، توی مثلا رمزینکس یه نفری گذاشته 53 تومن، یو یه نفر دو نفر شاید اینجوری بشن، قیمت ها بالا پایین بشن، خیلی نیست ولی برخی اوقات این اتفاق میفته. تشکر از آقای محمد پیری، همچنین آقای مهدی، آقای مهرشاد که میگن البته تایم که اینکه ما این مسائل رو میخونیم روخانی هستش. البته آقای مهرشاد ما سعی میکنیم نکات رو وسط قضايا بگیم، فقط روخانی تنها هم نیست و مهم در بازار بودنه. ببینید بحث اینجاست که شما وقتی که اطلاعات رو هر روز مرور میکنید، خود من اصلا حالا من وقتی که این برنامه رو میسازم باعث میشه که خودم هر روز اطلاعات رو مرور کنم، در حالی که اگر این اطلاعات رو نمیساختم، حالا چون شغل من برمیگرده به این قضیه، خب اغلب اوقات خودمون حواسمون به این مسائل هست، ولی وقتی میگیم این بهتر میشه، بیشتر شکل میگیره. تشکر از آقای کاظم که حتی ایشون عقیده دارن که دوستان عزیز طراحی این بازار بر اساس خالی کردن جیب مردم هست. نمونهش همین امروز نمایش شاخص کل که در که هر جوری برایند بگیریم 1.8 نمیشه. خانشون هم در به اصطلاح به نقشه پایانی دیروز به نوعی نگاه میکنم. البته نقشه پایانی و وسط کارم با هم دیگه متفاوته. حالا من دیروز متاسفانه فرصت نکرده بودم وسط بازار نقشه ها رو بگیرم. برخی از اوقات مثلا وسط بازار با پایان خیلی فرق میکنه، مثلا پایان فرود کاره و ما آخرین نقشه رو میبینیم، در حالی که 5 دقیقه نقشه عوض میشه، مثلا احتمال داره ساعت 12 و خیلی مثلا سبز باشه توی نقشه، یهو 12:30 نصفش قرمز بشه، این هم هستش. و خب خیلی نمیشه به اون قضیه استناد کردش. البته میگم پایانیش بله به 1.8 دیروز نمیخورد، امروز میخوره تقریبا به 1 منفیه. تشکر از آقای رضا هنرور، همچنین آقای جعفرزاده که خیلی لطف دارن، آقای پرویز، آقای حسین، خانم فرشته میگن که خواستم بدونم دوباره ریزش داره این بازار مثل چند سال یا نه. ببینید ریزش منظورتون چیه؟ اصلاحه یا به قول معروف هر بازار مالی قطعا اصلاح داره. همین الان مثلا ما داریم روی این نمودارها نگاه میکنیم، این دیگه مال ایران نیستش، یعنی حالا دوستانی که یه مقداری دارن ایراد میگیرن، خورده میگیرن، ما داریم اینجا دلار جهانی نگاه میکنیم. شما دلار جهانی رو نگاه بکنید، دلار جهانی رو ببینید، تایم فریم روزانه گذاشتم عزیزان، توی چند ماه اخیر ببینید کجا رفته بوده، 114 و الان اومده به 101، یعنی تقریبا بیش از 10% ارزش دلار جهانی توی این چند ماه گذشته کم شده.
خیلیه، بیش از 10% دلار جهانی که همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده، خب خیلی خوب، اشکال نداره، اصلاحه، حتی شاید بیشتر هم بیاد پایین. هیچ نموداری در هیچ جای دنیا نیست که تا ابد سعودی جلو بره، که بالاخره اصلاح هم نیاز داره. ولی در کل نمودارهای زیادی در بازارهای مالی هستن مثل بورس ایران، چون که تورم داخل کشور هم بهشون میخوره و یه سری مسائل اقتصادی و سیاسی و چیزهای دیگه همشون تأثیر گذار هستش، بالاخره در بلند مدت که شما نگاه بکنید اینها سعودی هستند. اینه که شما تو چه تایمی میخواین اینا نگاه بکنید. یه نفر همین الان که دلار 101 میگه که دلار چقدر رشد کرده، اون نفر کیه؟ نفری هستش که توی نوامبر 2021 که دلار جهانی 93 بوده اومده خرید کرده. بله، از 93 الان رسیده به 101، چقدر اومده بالا. ولی اونی که اینجا اومده خرید کرده قیمتش 114 بوده، میگه چقدر الان دلار اومده پایین. اینه که شما ببینید کجا خریدید. این که ما بگیم بورس هیچ اصلاحی نداره، اصلا همچی چیزی نیست، قطعا اصلاح داره. ولی این که ما بگیم بحران ایجاد میشه در بورس، ببینید ما در سال 99 مخصوصا اوائل سال 1400، حالا خود 99 بازم یه ذره تکونی میخورد، ولی تو سال 1400 اصلا قفل شده بود، یعنی هیچی نمیشد بفروشی، صف فروش بود. اون بحرانه. اگه شما نظرتون اینه که ما یه بحرانی میتونیم در پیش رو داشته باشیم، به عقیده من احتمالش کمه، به خاطر اینکه هم الانه درصدهای به صلاح در از 5% شده 7% درصد تغییرات بسیاری از نمادها. دوما خیلی از کسایی که هیجانی وارد شدن دیگه یاد گرفتن، خیلی ها رفتن با بورس آشنا شدن توی یک دو ساله، خیلی ها که نمیخواستن وارد بازار شدن بیرون رفتن، در حال هیجانه مقدار کم شده و احتمال بحرانی شدن درصدش اومده پایین. نمیگیم صفر شده، در حال در بازارهای مالی من همیشه میگم همیشه در احتمال همه چیز وجود داره. همین چند وقت پیش بود توی کمتر از یه ماه، آقا یه دوتا بانک تو آمریکا ورشکست شدن. آقا یه نفر میاد میگه یه نمادی تو بورس ایران ببینید دارن کلا برداری میکنن، یه نمادی ورشکست شده رفته مثلا. بله، بعد 5 سال 10 سال مثلا دو تا ورشکستگی هم میتونیم داشته باشیم. آقا توی آمریکاش دو تا بانک ورشکست شدن، توی سوئیس یه بانک تا آستانه ورشکستگی جلو رفت، اگه که هواشا نمیداشتن اون ورشکست میشد. اینه که خب احتمال وجود داره، ولی اینکه بگیم قطعا این اتفاق میفته احتمالش خب کمه. خب آقای شهرام که میگن من هرچی نمادها رو زیر رو کردم RSI پایین پیدا کنم، نبود، اصلا پیدا نمیشه. این موقع RSI بالای 20 پیدا نمیشد، حالا پایین 20 پیدا نمیشد. البته اون RSI که ما تو فیلترامون میخونیم و شما نگاه بکنید هستش، و باز ایشون اشاره میکنن که نقشه به 1.8 مثبت نمیخوره، و از هر کس پرسیدم در حال شک نگاه میکرد که خب بله پایانیه نمیخوره، ولی خب قبلش رو هم باستی ما ببینیم. در حال ببینید طرح این گونه کامنت ها نشونگر این هستش که برخی از عزیزان هنوز اعتماد ندارن. ببینید ما مجبور هستیم به آماری که بورس ارائه میکنه به همون استناد کنیم، نمیتونیم از خودمون آمار بگیم. در حال شاید اون تجربه یه جاهایی ما را دچار شک بکنه. همون دیروز هم خدمت عزیزان گفتم همچین نقشه یه ذره عجیب غریب آخر کار دچار شک میشیم، ولی خب در حال نمیتونیم قبل از اینکه هیچ به اصطلاح داده قوی داشته باشیم بگیم که قطعا اینجوری هستش، به خاطر اینکه ما بایستی مثلا هر نیم ساعت یک بار نقشه ها را داشته باشیم، کنار هم بگذاریم و بعدا متوجه بشیم که چه اتفاق میفته. هم اتفاقی که امروز افتاده، ببینید امروز اگه دقت کرده باشیم، من همیشه از توی اینجا از توی اقتصاد آنلاین برای شما به اصطلاح سرانه فروش و خرید و اینا رو میخونم، ولی خب ببینید امروز اینجا ما رو دوچار به اصطلاح اشتباه میکرد. مثلا اومده گفته اول فشار فروش زیاد بود، سرانه فروش حقیقی ها 34 میلیون بود، بعد این شد 24 میلیون، سرانه خرید اول 22 میلیون بود بعد شد 27 میلیون. خیلی خوب الان مشخصه پس اول بازار با آخر بازار خیلی فرق کاره.
34 کجا، 24 کجا، 22 کجا، 27 کجا. ولی خب برایند همه اینا در امروز اگه ما می‌خواستیم حساب بکنیم، من از اینجا براتون گفتم دیگه، یاد اگه که دقت کرده باشین، این شو خنجا نمیگیم چون صحنه حقیقی رو داریم میگیم، صحنه خرید فروش کل بازاره. با وجود این تقریبا اختلافش درست در میاد دیگه، 28900 به 26500، باز هم امروز سرانه فروش بیشتر از سرانه خریده در کل بازار بوده. این هستش که بایستی از اول تا آخر بازار رو با هم در نظر بگیریم، نمیشه یه تیکش رو در نظر گرفت و یه تیکش رو در نظر نگرفت. تشکر از آیدی ساجو جعفری. آیدی اشوان میگن سال 92 هم بعضی دوستان میگفتن نه بازار مثل بازار ابتدای دهه 90 نمیشه چون مردم تشویق کردن بیان بورس. بعد دیدیم که چه اتفاقی افتاد و اوضاع خطری شد، که خب بله همیشه هر چیزی هم احتمال داره. تشکر از آیدی ARM، همچنین آیدی ANGURI که توصیه میکنن به دوستان اگه کوتاه مدتی هستین نماد قسینو رو ایشون توصیه میکنن که خب دوستان میتونن بررسی بکنن. تشکر از آقای خسرو و بقیه دوستانی که برای ما کامنت گذاشته بودن. آقای علی دیروز هم فارکس رو گفته بودن که من امروز دیگه جوابشون را دادم. ممنونم، منتظر نظرات و کامنت های خوب شما عزیزانم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.